افهم. سلام، خوب هستید؟ چه خبر؟ افهم. بخشید، ما میخواستیم که این الان میگم حکم هم که باز نمیشه، میخواستیم که این برگاه ها رو بفروشیم و وکالتنامه هم که هست و کارت ملی همه آماده و مهیای. در دور زمانی که همه دارن میخرن شما میخواییم بفروشید؟ دیگه مشکل مالی و از سر کوچه تا تای کوچه همه دستنگ. سامان خوبیه، قدیمیه. بله. عجیبه. بخشی چی عجیبه؟ اینا رو از کجا بردی؟ یکی بهم داده. به کارنامه هم داریم ما. بخشی مشکلی پیش اومده؟ این سام به اسم آقای محی‌الدین ترابیانه. میدونی آقا کیه؟ بله. سال 1345 پدر بنده یه بیماری سختی گرفت. ما از این دکتر به اون دکتر میرفتیم، از اون بیمارستان به این بیمارستان، به اون بیمارستان. هر کدومشون برای خودشون یه تجویزی میکردن، ولی هیچ کدومشون نمیدونستن درد بابای من چیه. بابام هم روز به روز ضعیفتر و نحیفتر میشه، تا اینکه یکی از دوستان آدرس یه پزشک حاذق رو به من داد. حاذق دوست دارم. بابامو بردم پیشش، به هفته نکشیده بود دوا درمونش کرد. اون دکتر کی بود؟ کی بود؟ دکتر محی‌الدین ترابیان بود. همین آقایی که این سامو به اسمش. از اون به بعد تا سال 50-55 پزشک همه خانواده ما نمیدونستن تو کار سام هم هست. شما میشناسیدش؟ الان کجاست؟ فوت کرده. فوت کرد؟ مگه پیر نبود؟ چرا؟ خب ولی میگم حسب رحمت خدا رفته. یه کم یعنی چی یه کم؟ تو کماست؟ تو خارجه. تو خارج تو کماست؟ ای ای چی؟ ای که چی که بخشی طریقت گرم جا گلو خشک. مریض بود تو خارج، در تو کمد کما فوت کرد. عجب مرد نازنینی بود. بله. آدم درست حسابی. یه دکتر به تمام معنا بود. خدا رحمتش کنه. خدا هم با شما هم بیامرزه. بالاخره تو خارج ازدواج کرد یا تنها بود؟ بله. بله یعنی ازدواج کرد؟ بله. شما دکتر رو چجوری میشناختید؟ چجوری باش آشنا شدید؟ این برگه ها چجوری به دست شما رسید؟ رسید دیگه. پسرش به من دادن. ها چه خوب، پس پسردار شده. خوب، شما پسرشو میشناسی؟ بله، داداش رفیقمه. شرمندم اینقدر ازتون سوال میکنم. دکتر ترابیان برای من خیلی عزیز بود. خواهش میکنم دیگه، شما اینقدر که سوال پرسیدین گلو خشک یه اصلا
میگم حالا که رفیقتونه این چیز کنید، خوب حساب کنید که خشم بره به روح پدرش و برسه به جیب پدرش، یعنی به جیب پسر رش. میخواد بفروشم. میگم این سام میخواد بفروشم. این سام میفروشم. خب شاید نمیدونه این سام همینطور داره قیمتش میره بالا. بالا میره پایین، هر جا میره بره، چون به اینا باید ما کمک کنیم دیگه، کمک بشه بهشون. ما سر کوچه تای کوچه دست تنگ اصلا. ای بابا اینا که وضعشون خوب بود. خودتون قشنگ با این سن و با دهن خودتون میگید که بود، ولی الان دیگه نیست دیگه. میدونید از سر کوچه تای کوچه دست تنگ، همه وضع خراب اصلا. ببینم شما شماره تلفن چیزی ازشون نداری؟ شماره چیزی ندارم. مگه میشه کسی شماره تلفن چیزی نداشته باشه؟ شده دیگه. الان کجاست؟ ایرانه؟ بله. الان کجاست؟ الان پشت دره. همینجا پشت این در؟ بله. خب چرا از اول نگفتی؟ خب آخه از اول ما بچه کجا دارید میرید همینجوری؟ با چه خبره؟ آمان که با من اونجی جا آروم هم آروم باشین آقا، دستگیره کرده. دستگیره گیر کرده. اتفاقی افتاده آقای پیراسته؟ تو پسر دکتر محدین؟ معرفی میکنم آقای کامیار ترابیان و جناب آقای کارگزاری. من پیراسته هستم، از دوستای قدیمی پدرت. من؟ بله پدرتون دیگه، دکتر ترابیان که برگاه های سهام آوردیم خدمت شما به اسمشون بود. آقای ترابیان، آقای تو ایشون از وقتی که پدرشون دیگه تو خارج اون اتفاق افتاد و تو کما رفتن دیگه خیلی اصلا ایشون براهای زیادی سرشون اومد. میدونم خیلی سخته. بله خیلی اصلا. آقای ترابیان ایشون از آشناهای قدیمی دکتر هستن که دکتر یعنی پدر شما که همون سهام آقای اسمشون هست، پدر ایشون رو درمان کردن و پدرشون خوب شد. البته ایشون خیلی وقته که از پدر شما خبر ندارم، بنابراین ایشون خیلی وقته که پدر شما رو ندیدن. میدونی خیلی وقت راحت اصلا دیگه ندیدن. میگم آقای پیاسه عجب دنیا یهو همینجوری کوچیک شد، ما رسیدیم اینجا همه با هم آره آشنا در اومدن. عجب شانسی داریم ما. چقدر شبیه دکتری، باهاش مو نمیزنه. فقط یه عینک کم داری. بله مثل سیبی هستی که از بسر نیست شد. این چیه؟ این چیه؟ اینجا جا مونده. پس پسر آقای دکتر محدین ترابیان. درنده؟ کنده؟ خیلی خیلی خوشحالم. هر یه روز دو بار بدبخت شدیم رفت. مجید رو چی بگم آنها؟ نمیدونی چه خاطرات شیرینی با پدرتون داشتم. مرد بزرگی بود. حیف
تو ایران به خاک سپردینش یا تو خارج؟ ببخشی میشه یه بار دیگه بپرسی؟ مزارشون تو ایرانه یا تو خارج؟ خواهش میکنم طوری شده؟ حساسیت فصلی بهتر شدید؟ من مزار پدرم نم خارجه خواهش هلو هلو آنتن نمیده اینجا خوب خط میده اه؟ هلو هلو ببخشید میشه من این خواهش میکنم ببخشید آقای ترابیان برای من این رو در واقع با هم خریدیم در آدیسا باباز و سعی کردیم که بله تا سه میش بارم اومدی اومدی نیومدی من رفتم ها بخشید من نمیخواستم اینجا گن زدم گفتم بری خب تو برو جونم من شانس ما این باید با این رو آشتو در بیاد برگاه رو آوردی کدوم برگاه؟ آه اتفاقی که پیش نیومده با تلفن خارج نه همه چی اوکی بود کامیار جون تو جای پسر منی پدرت به گردن من خیلی حق داشت به نظر من به صلاحت نیست این سهامو بفروشی حیفه این سهام رو به رشته وقتی اینجوری به آدم ظلم میزنی دقیقا مثل پدرت میشی در همین لحظه بود که اسماعیل فهمید پیراسته واقعا اونو باور کرده برای همین تصمیم گرفت برای ساعتی هم شده کامیار ترابیان بشه مهم نیست پدر رو در خارج به خاک سپردینش حیف مردی به این بزرگی باید در آغوش وطن میخوابید پدر واقعا خودش هم وطن رو میس کرده بود و اصلا قرار بود که کلن به اتفاق دسامبر برگردیم وطن که در مریض شدن شما خودتون بهتر میدونید که واقعا پدر با یک نگاه مرده رو زنده میکرد اون وقت
یه همچین مردی رو دکتر. میفهمم خیلی سخته دوری از وطن، مرگ پدر، غربت. بله به هر حال سختی برای همه هست، ولی پدر یه جمله معروفی داشتن، همیشه میگفتن پایان شب سیاه سفیده. احسن، آفرین. یعنی امید، هوب. از همچون پدری همچین پسری رو باید توقع داشت. اگر اجازه بدین کم کم بریم سر بحث سهام. در حد یه پیشنهاد و لاخیر، نفروشش حیفه. من خودم آمار خوندم اون بر، یعنی دستم تو کاره، ولی به هر حال حسیت پدره و مجبورم. متوجه؟ باشه. خانم زن، لطفاً یه لحظه تشریف بیارید. خودت خواستی. تسلیم. سلام. با بنده کاری داشتیم؟ آقای کامیار ترابیان، خانم زند همسر بنده در این شرکت با من همکاری میکنه. عذر میخوام متوجه نشدم، گفتین کی؟ ترابیان هستم، کامیار ترابیان. خیلی خوشبختم. خب حالا شما چند سالتون هست؟ خانم زند، لطف کنید ببینید این سهام با چه قیمتی تو سیستم متقاضی خرید داره. فخاصاست؟ خیلی خوبه ما شده. بله در جریانم. لطف کنید یه سری به سایت بزنید. اصلا چرا میخواین اینو بفروشین؟ تو یه سال گذشته از بیابا و چکافر جلو زد. حیفه، خیلی حیفه. بله در جریانم، ولی خب وصیت پدر بوده. خب اجازه بدید. خواهش میکنم. جالب که با همسرتون همکار هستید. دعواتون نمیشه؟ چه باید دعوامون بشه؟ وقتی محدودها مشخص بشه نه بحثی پیش بیاد نه دعوایی. من کلا محدودها رو فراموش کرده بودم. آقای پیرسته این هستی؟ این کیه؟ پسر آقای ترابیانه، پزشک خانوادگیمون. عکسش هم دیدی، بعدم با هم حرف میزنی. میگم به درد سارا میخوره خانم. صد دفعه چی گفتم؟ اگه یکم سنش کمتر بود به درد مورال خالی معین میخورد. این سهام تو چند روز گذشته اغلب اوقات تا 3.5% هم پیش رفته. خیلی رشد خوبی داشته. پیش بینی میکنم. متاسفم من باید بفروشمش. خب پس من میرم درخواست فروش رو وارد سیستم معاملات بکنم. خانم فکر میکنید با وضعیت بازار این سهام چند روزه فروش میره؟ پیش بینی من یه روز است. چه خوب. از شرمنده پسر استاد نمیشی. البته ایشون جواب سوالات خودشون میدونستن، یه جوری از من امتحانات شفاهی گرفت.
باید. پسرم بیا اینجا. این دو تا فرما بگیر پر کن، شماره حساب و یه قطع عکس سه در چهار چشم. شوخی کردم، شوخی کردم. من با اینا راحتم. آدرس و تلفنم میخواد. مهم. پدر همیشه میگفتن آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. آفرین آفرین. خبر؟ خوب هستید؟ بفرمایید. شما بفرمایید. آخه بفرمایید. من چایی دوست ندارم. این میشه لیوان شیر برام بیارید. ممنون. اینجا چیکار دارین؟ من منتظر رفیقم هستم. رفیقتون؟ نه نه نه، بخشید. منتظر رئیسم هستم. رئیست؟ بله، رئیسم رفتن توی اون اتاق با آقای پیاسه یه جلسه خصوصی دارن. رفیقتون توه؟ نه 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 نه، رئیسم اون توه. بله صحیح. بله. شما نمیدونی چو؟ بعضیا فکر میکنن که اینجا بیدر و پیکره. بله. سرشون مینزن زیر و میان تو. بله. یه ساعتی استراحت میکنن، از آب سرد کن آب خنک میخورن. بله. بعد بلند میشن. بلند میشن. سرشون مینزن زیر. گلاب بروتون میرن دستشویی. بعد میان بیرون و سرشون مینزن زیر هری که رفتی. بله. المأمور و معذور. معذور. رئیسم. رئیستون. بله. رفیقتون. صحیح. فقط چون پدر وکالت نامه رو کلن به اسم راننده مو زده بوده، من دیگه مشخصات ایشون رو فقط براتون نوشتم. شما رو حساب مشکلی نیست. شماه، یه رئیس شماه. شرمنده، من از احتیاط میخواستم بدونم گفتاش صحت داره یا نه. قدش از شما کوتاه‌تره، لباسش انقابله، ولی براش تنگه. یه شال گردنم مسخرم دور گردنشه. رانندمو میگن، ایشون راننده بنده هستم پدر جان. معذرت میخوام شرمنده هستم، اینجا رفت آمد خیلی زیاده، من از احتیاط پرسیدم. مأمورم و معذور، چایتون سرد نشه. جعفر جانم، قهوه میوردی؟ قهوه؟ قهوه کجا بود؟ تمام شد رفت. روم برمیگردن همه رو میخورن، میان تو یکی نه دو تا سه تا چهار تا همه تو چهار تا چهار تا میخورن و میرن تا تموم شد.
هیچی نیست. نه که اینجا بورس استراب بالا است. میتاله به قبه. به نظرم آقای دکتر بر راننده تون رو عوض کنید. جعفر بیرون. چشم. شرمنده. نه بابا. حرفشو به دل نگیر. بله. ذاتن آدم بدی نیست. ولی فضوله. بله. خب اگر اجازه بدی من کم کم دیگه مرخص بشم از حضورتون شد. شما که سرتون شلوغه، استرابم بالاست. کجا؟ فکر کردی به همین آسونیا میذارم از این در بری بیرون؟ نمیذارین؟ کلی حرف دارم برات بزنم. بله حرف بزن، خاطرم نبود. هستم خدمتتون. چی کار باید بکنم الان؟ خدمتتون عرض میکنم. آقا ببخشید برای خرید سهام بورس باید به کدوم اتاق مراجعه کنم؟ ببخشید من دستشویی بودم، اصلا خبر ندارم این سهام کجا هست. خبر ندارم؟ بله. جناب سهام ببخشید از این بر لطفا این اتاق ترسیدی یا؟ بله. تو یه ریگی تو کفشته. نه. کجا بودی؟ ببخشید گفتیم گلاب من دستشویی. بیان ببینم اونه که گاه و بیگاه به من میگن که جعفر اکس زده توهم زده. بیان ببینم توهمه. بخشید ما اصلا چون متوجه نیستیم شما اینجا چیکار هستید، توضیح بدید ببینیم که شما مفتشید، جاسوسید، فضولید یا مثلا چای میزید. من همه کاره اینجا هستم پسر. بله پدر همه کاره به همه کارت برس باشه اینجا بهتره. من بیام دارخونه کارت دارم. من با شما هیچ جا نمیام، شما بفرمایید اینجا به کار خودتون برسید اینجوری بهتر فکر کنم. بفرما. بله خواهیم دید. چرا نمیریم پس؟ چرا نمیریم پس؟ خب نفروختیم، اگه فروخته بودیم میرفتیم اینجا که نمیشستیم که هر شد خوبشون بیاد میاد. ببخشید آقا، آقا ببخشید آقا جانم. بخشید با شما قادرم جانم. بفهم من یه سوالی از حضورتون داشتم جانم. میخواستم بدونم یه لحظه ببخش. الو جانم، یساره خورده تو سرش به نمیدونم. من که بهت گفتم دیگه همینه دیگه، تو همه کارا چرتی پرتی به کادا بدک نیستا، ولی فخاتا رو بچسبیم بهش برد کردیم نون و روغنه بجون. چون همینه که الان داشتید پای تلفن میگفتید اینا به چه زبونیه؟ رمزه صفری؟ من نه، ایشون صفر. صفر صفر من هستم. اسم سهام شرکت هاست برای اینکه راحت‌تر تو زبون به چرخه یه جورایی گرد و غلوم بشکه. متوجه شدی؟ سهام شرکت هاست گرد و غلوم بشده. یه برسید ممنونم از اتفاق خیلی بازید. مامیا جان بیا اینجا بسرم. سلام. سلام. درخواست فروشتو وارد سیستم کرد. با توجه به متقاضی زیادی که داره فکر کنم امروز فردا فروش شده. همونطور که خانم زن گفت صدهش هم که بگذره
پول تو حسابت. بله صدایش باید بگذاره که خانم قدیمی. بله آقای کلاس. قیمت آخرین تقاضای خرید سهم آقای ترابیان چنده؟ اجازه بدید یه لحظه نگاه کنم. 13,794,422 تومان. ببخشید دوباره میشه بخونیدش؟ بله 13,794,422 تومان. خیلی ممنونم ازتون جناب کیراسه. فکر کردی به همین راحتی میتونی فرار کنی؟ هم آدرست رو دارم هم شماره تلفنت. شوخی میکنن. فقط سایز کفش اون الان ندارم. سلام قربان. سلام. خاطرتون هست منو بالا دیدین گفتین سفری؟ آره میشناسم. همسال شما رو هم خوب میشناسم. آدمای پولداری که یه جورایی میخوان یکیشون بکنن دوتا. اما انقدر تنبلن که زورشون میاد چهار تا کتاب بخونن تا آویزون مردم نشه. بعد چه خوب میشناسین منو شما. این صدایو شما میدونی چیه؟ صدای دیگه؟ صدای یعنی وقتی سهام تو فروختی سه روز صبر میکنی تا پول واریز کنن تو حساب. واریز کنن تو حساب. ممنونم. مخفی بود. من خودم دیدم الان فیلمامونو دارم با بهترین کیفیت اعدام شد. از سه حالت خارج نیست، یا همین امشب با مامور میریزن اونجا میگیرنه، یا سر صدای 13 میلیون میندازن جلو. ببین اولا اینکه اون پوله حق من بوده منو اصلا نمیگیرنه، سوم اینکه شما رو میگیرنت برای اینکه تو رفتی گفتی من پسر مرادعلی هستم اصلا به من. الان دومیش چی شد؟ این دومیش خواستم اسی گفت چند میلیون تومن بوده؟ 13 تومن. 13,912,900,400 10,794,422 ریال. دو ریالشو چیکار کنیم؟ ما حالا من از حق خودم میگذرم. بهترین داداش دنیا گل گل گل. نه که بابا ناسلامتی هم پسر دکتر این مملکت هم بابا پسر دکتر کتت کثیف نشه. و اگر بیا قشنگ یادت باشه از کجا اومدی این مارکو بگی بزن به کتت. ببین کی هستی برای چی اومدی قشنگ. آی بابا زن ماشین چیکار میکنی؟ واقعا متاسفم آقا، ماشین شما بود؟ نه با اجازتون. واقعا شرمنده آقا، آخه من خیلی دیرم شده. البته فکر نمی‌کنم خیلی خسارت دیده باشه، درسته؟ چی؟ خسارتی ندیده، نه درسته؟ فدای سرتون، مهم نیست. من کامیار ترابیان هستم، اینم راننده بود. باید بشناسم؟ پسر دکتر محی‌الدین ترابیان چطور نمی‌شناسید؟ نمی‌شناسمتون. آخه ما خانوادگی از اهل دکتر رفتن نیستی. نه ایشون کلا فوت کرد. پسر آقای دکتر ترابیان میشه یکم ماشینتون رو ببرین عقب من اینجا پارک کنم؟ اتری اوی پارک چی سون؟ میگن نمیشه چون جای پارک نیست. به هیچ وجه جای پارک پیدا نمیشه. واشا عمرم اوف 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 خندید. اما شما شوخی دارم اینه که اصلا شوخی هست. اه؟ بسته دیگه. اینکه این کامیار ترابیان فقط این تو جواب میداد. آره بابا واسه چی اون موقع خندیدی؟ چینی دوست دارم. اون 4 روز برای اسماعیل و بهرام مثل 4 سال گذشت. اصولا انتظار کشیدن سخت‌ترین کار دنیاست، باور کنید.
ببین آنتن داری؟ داره دیگه، چند بار میپرسی؟ بچه رو زنگ نزدن؟ چون هنوز تو یه دی هم نرفتیم، چه برسه سه دی؟ سه دی؟ نکن. چه خبر؟ اسماعیل، نکنه مامورا بیان الان بگیرن ببرن اون زندان؟ الان نصف شبی مامورا همه خوابه، کجا بدن؟ دیدی گفتن نخوابیدن؟ اومدن داره، بری پشتمون، بری پشتمون، بریم سیر زمین، بریم تو اتاق، یه جا بریم، همه، نه نه، ماشین زمین، خواب، خواب، چکا برست؟ کیه؟ هیچکی نیست، بیا بیا، بپرس کیه؟ آشغال دارین بیاری؟ آشغال داریم؟ آشغال نداریم؟ آشغال نداریم، نه، ماهیانه میخوای؟ زیاد بل خرجی نکنی، نمیخوام. خب خسته نباشید. گفته مامورا خوابم. کیا بیدار میشم پس؟ صبح. بیا بیا. شیر منو برش. نه بر نداشتم. مجیده. جوابش نره لباس رو تو سه دی دست اون اومده. سه دی تو چرا زنگ موبایل چبی زنگ موبایل منه؟ آقا خب این تنها شباهت ماست دیگه، مردم یه جوری باید بفهمن منو تو داداشیم. آقا چرا جواب نمیدی؟ چیو؟ موبایل منه؟ ای بی کفکارگی و اسی سود بلبلی هم همه شما نگفته بودم شما حق نداری با اینو بگردی؟ خب چیکار کنم، پول وکالتنامه‌ای که جور کردن رو میخوان دیگه. الان جورش میکنم. بابا اینا رو نریز اینجا، برو تو اتاقت بگی بخواب دیگه. خواهم نیبره، استرس دارم. تخمه نخور. و بالاخره روز چهارم. بله، الو، سلام، چه خبر؟ الو بفرمایید. سلام، چه خبر؟ خوب هستید؟ باشید. این چک اسم منه که مهران دانا کناره. کارت ملیتون دوست کنید؟ من هستم. بله؟ کارت ملیتون. بله بله. پول نفت میگیریم؟ پول میگیریم، بله. اومدیم که پول بگیریم دیگه. چیز دیگه میل نداریم؟ دست دوتا توخت بردم بیرم. نه من املت نمیخوام آقا، همین کوبلت کوبلت. بفرمایید. بفرما. پولدار شدن آدمای بی پولم عالمی داره. سی نگی از مبرو دهانه پر. قفل شو بخور دیگه. دیگه اگه این کفو بگیم هم لوال قضا مخورم بگیم. Thank you.
دو سه چهار پنج شش بابا 300 تومنم اشتباه خب سلام یک و این دو و این سه بقیه‌شو بده بدیم بابا چی بقیه؟ بابا همه تو همه تو دونار میخوایی با هفت پولا نمیرسه یه تنی دونار من میگی بخوایی